نوستالژی بهترین نسخه پیس پیس 2013. سلام و درود خبر شما. پس از مدت های طولانی اومدیم یکی از بهترین نسخه پیس و بهترین نوستالژی پیس رو بریم، یعنی پیس 2013 بریم و هم دیگه ببینیمش. با این دسته داره کار میکنه، اون وقت با این دسته کار نمیکنه. بله، بازی رو مشاهده میکنید و اینکه بهتون گفته بودم که توی کدوم یکی از نسخه مستر لیگو بیکام ننجا میتونستی رد بکنی، میشه گفته بودین که توی PS 2012 و 13 بودش که من دقیقاً یادم یک نسخه بودش که میشد رد کرد، مثلا اینکه همین نسخه است و اینکه نمیدونم چه مرگی داشتش که برداشتش این قابلیت. خیلی خوب، مچ خالی داریم، چمپیونز لیگ داریم و چیزای دیگه. من تمرین الان کاری ندارم. ببینم ما بخش پنالتی که داشتیم الان اینجا داریم یا نه. رنک مچ رنکینگ یعنی چیم با این آنلاینه، یعنی آره این آنلاین بود. اینم فرندلی لابی. آه خدای، اون موقع آنلاین بود، اصلا اون موقع تو ایران فکر کنم اینترنت هم نبود. چمپیونز لیگ داره و اینجا بود یا نمیدونم کجا بود پنالتی ما میکشیدیم. ببین یا اینجا، من نمیدونم فوتبال لایف یعنی چی. او مستر لیگ و بیکام لجند و مستر لیگ آنلاین. جان تو مستر لیگ آنلاین چی بود؟ ای کاش همین الان این نسخه رو ما داشتیم آنلاین بازی میکردیم. بذاریم پس یه دونه بازی بکنیم بعد بریم سراغ اینکه اونو پیدا کنیم. ببین من میخوام رئال رو بردارم اونور بارسا جلومون. بذار ببینم اون موقع چه تیمایی لایسنس داشت. اون موقع که حالا دوباره لیگ انگلستان کلا لایسنس نداشت، از همون موقع داغون بود وضعیتش که منچستر یونایتد همونجوری پر شالش بود. از اون موقع داشت آبروی ما رو بردی، کلا یه تیم آتالانتا رو مثلا داشتی، فیورنتینا رو کلا، لیگ سری ها رو موقع داشتی، لالیگا هم که الان هم همینا رو داری، اتلتیکو رو بکن نداری. نه اون موقع کل لالیگا دستش بود، پرام کل لالیگا رو لایسنس داشت. بزن من رئال رو بگیرم اونورم بارسلونزا رو بگیرم اونور. به به گیم پلن، به به گیم پلن چی میگوید؟ اوزیل، کاکا، رونالدو، به به لاسانا، دیارا، سرخیو، راموس، موراتا. قیافه ها رو نگاه پایین، به خدا خنده اه. هر بار قیافه شباز میشه میری روش. خدای خلاقیت جاوی آلانسو بیا تو. یا بریم بازی هم میخوام رو حالت سوپر استار 10 مینت دیگه. چیا داشتین که پنالتی؟ خب اکسترا تایم اینا ما کاری نداریم. استادیوم کجا رو داشتی؟ اولترافورد که الان هم داری، روز پارک هم که الان فکر کنم داری، سانتیاگو برنابو. میخوام سامر بازی کنم، ابری نباشه. بالت چی بود؟ بال قبلا یه بشک بالی میتونستیم بگیریم، نمیشه الان، نمیشه بدش. لباسو آها اینجوری بود، اصلا از منوی لباسش خوشم نمیاد. منوی لباس 2011 خیلی خفن بود، این لباس بارسا رو من داشتم. بله بازی شروع میشه با تبرشکن سانتیاگو برنابو، رئال مادرید، اف سی بارسلونزا. بابا کوالیتی او تو واقعا از فیس کاسیاس. چقدر بنزما اون موقع زشت بود، خدای ریش نداشت، خیلی زشت بود. بس جواد خودمونه. ای من گزارشگر رو فکر نمی‌کردم فعال شده باشه. آخ 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 پیس میسیون نگو. آو کوالیتی کار رو ببین تو فقط. بابا بازی شروع میکنه آقای ها. داداش بازی شروع شده. بازی رو به پایانه چیه؟ وای 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 کاسیاس بلند شد داداش. کاسیاس داره چیکار میکنه واسه ما خدای. اوهو کوالیسیون نگاه خدای. بارو بیار آقای رونالدو. من یادمه که اوه 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 چه حرکت هایی داره میزنه داداش. یه شوت خواهش میکنم. شوت جان آفساید نباشه جان تو. مرسی تو سوپر استار دیگه بالاترین سطح رو گذاشتم واسش. وایسا یه لحظه، من میخوام برم تو تیم اونا. میخوام برم تو تیم اونا با مسی ببینم چیکار میتونم بکنم. پاس زیبا پشت مدافعین، اگه برسه که داره میرسه آقای سانچز به بیرون میتونه بیاره. حالا لیونل مسی بیا آقای محترم، این رونالدو رو یکی نگر داره. آخ 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 پیکه بیا. وای 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 از تیم جلو عقب کشیده نمیشه یا میشه؟ پریس تاکتیک، برو تاکتیک دو مثلا ببینیم چه غلطی میکنیم. مثلا برو تاکتیک دو داشتیم کنارها یه چیزی حدار ها. این چی میگه؟ آه این میزنی میره بالا فکر کنم.
احبه یک سانت زیبا بکش. حالا هید. همیشه بعد از کلمه مارسلو من هر وقت میشنوم میگم کریستیانو رونالدو، یعنی چون همیشه مارسلو اونور بازی میکرد، هر وقت توپ دستش میرسه زرتی رو کریستیانو رونالدو توپ میومد دستش. بابا بگیر، چقدر سخته دفاع کردن اینجا. داداش من یه گل باید بزنم، من 100 تا بخورم هم مهم نیست، یه گل من باید بزنم با این بارسلونا. آقای مسی خان بگی توپ چو دیگه. برو مسی بزن شوتو. بابا وقتیم دیگه. حالا این هیچی. خب پنالتی کجاست؟ پنالتی این تو کنسول فقط فکر کنم هستش، بخش پنالتی نداره. چرا نمیدونم. بذار رو بریم مستر لیگ رو تست بکنیم. مستر لیگ رو اگه بخوایم بریم نیو بزنیم چی میگه؟ میگه استار دیس مود این اروپا. اوه 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 این بخش رو نداشت سال 2011. یو وونت فایند ا بدر منیجر هیز ریکورد اسپیک فور فلان بیسال. آجی این قسمت ها رو نداشت تو 2011. اینتر یور نیم. آه منیجری که مستیم بزن مهدی خان. آه و سیستمون هم آه سرمربی مطرح نمیتونیم بشیم. اوکی ولش کن هایر استایل و ما اصلا کنم باید کنیم. بعد این چی میگه؟ میگه من سلینگ اوریجینال لاین اپ یا من سلینگ تیم لاین اپ. ما تیم لاین اپ رو انتخاب میکنیم. آرسنال هم اون موقع لایسنس نداشت. حالا خوبه الان آرسنال داری تو. بزن همین منچستر رو بیا یه صبح زنان سیو میشه اینجا. خدای تو الان من اصلا کوچیک بودم مسلگ نمیدونستم چیه. مهدی خان داره یه زرایی میزنه ولی این خانم اینجا چیکار میکنه؟ الان بیا تو PS21 هر چی کچل آوردن گذاشتن اونجا. مدیر نمیدونم فنی و یکی شیکم داره، مدیر نمیدونم مالی باشگاه، یه چیز اصلا چیز شکیل. مهدی خان پشت میز نشسته، یکی داره میگه آقا ببینیم اصلا تو باشگاه چه خبر هست. درست رو تخت ما چیز نمیبینیم ولی خب این جای درستابی داریم، این اونور ویو خوب داره، اونور پروانه داریم. اون موقع بگو این همین کچل است بکنم موداش نه اخ بشم دم تخم شد. من این سبی مارکت آر تاپ کلاب کلاب اسپیشیال تیم اند ایس انقدر تون در میزنه پدر سخته من نمیفهمم چی داره میگه. نگو که صحبت حقوقی و چجوری میکنه من تو راستی ها میگم بی پدر. ببین اصلا تو عمرم بچه بودم مسئله نمیدونستم چی هست، نیومده بودم یعنی اون موقع سن اونقدر نمیدادم، اینجوری میومدیم مثل گاو بازی میکنم. نگاه کن خدایی مسئله اینو همین فقط همین قسمتشو ما PS21 مقایسه کن. خداست این، این خداست اصلا. زمین رو نگاه بازیکنان دارن گرم کن چه باحاله. الان 200 میلیون یورو ما پول داریم این دلار چیزاشه. من الان کاری ندارم، من خواهیم که مای تیم اسکواد لیست چی میگه. میگه وضعیت تیم اینجوریه، شما میخواید چجوری تمرین بدید؟ تمرین کلی میده اینجا. ها آیتم چی میگه؟ شاپ مگه ما تونیم چیزی بخریم؟ این 200 جی پی میخوادیم 500 تا. این 201 چیه؟ سیس اتک مثلا بزن یه yes. سه تا مثلا بخریم چی میشه؟ خب ما خریدیم الان اینا آیتم لیست. یا این چیه؟ آها رو بازیکنایی که میخوایم بکنم اون اتکه رو میزنیم. آره چقدر خفن خدایی. بعد میخواستیم بازیکن بگیریم چطوری بود؟ لیست تارگتز. خب اینا بازیکنایی ان که تو لیست داره بهمون نشون میده به اضافه قیمتشون نوشته مارکت ولیو. خب اوورال بازیکن ها داره نشون میده. من میخوام رویس رو بگیرم استارت واسه نقل و انتقالش. خب ببینم که کلا بازیکن میگرفت. اخ اخ دروگبا رو بزن بیاد. خب ببینم که چه اتفاقی میافتاد. بعد کلا همین بازیکن ها بیشتر تو لیست نیستن. آره مکسول هم اینم بزن مثلا یه کدومشون بالاخره قبول کنن دیگه. دروگبا بنزما رو هم بزن. بعد سرچ هم فکر کنم خودت میتونی بکنی. آره هم مسی مثلا سرچ کنیم مسی رو میتونیم بخریم. آره مسی هم میشه، مسی هم میشه. خیلی خوب. حالا مثلا ما الان باید چیکار کنیم؟ ما باید فکر کنم بریم جلو اسکیپش کن. این ما رو به چه وضعی رسوندن. بازی 10 سال پیش رو من دارم نگاه میکنم حسرت میخورم. الان من اومدم تو بخش اسکیپ، یعنی من مثلا میخوام بیام اینجا اینو میزنم. ای برون پدرش دیدم کیا قبول کردن کیا قبول نکردن، مسی قبول کرده یا نکرده. آها اینا هنوز جواب ندادن. نکن این فقط رویس جواب داده. رویس گفته که هزینه آزاد کردنش فکر کنم 15 میلیونه. 2 میلیون هم سالار باید بدی بهش. یک ساله میخواد ببنده ببینم که قبول میتونیم بکنیم باش. آله میخوام قبول بکنم. بعد این چیه؟ ببین قبول کردن که قطعا اینه. من میخوام ببینم این چیه. آها اینجا میتونی بگی که آقا مثلا من بیشتر میخوام یا کمتر میخوام. حالا بذار بریم جلوتر. آها دروگبا هم پیشنهاد داده. دروگبا یکم قیمتش بیشتره اما دروگبا رو بگیر. 10 میلیون رو بهش بده.
موفقیت آمیز بود. خیلی خوب، الان من میخوام ببینم که بازیکن که میخواد بیادش تو نشون میده، یعنی میره تو کنفرانس مطبوعاتی و اینجور چیزا یا نه. به به، وای خدا، همچین چیزی تو مسئله که PS21 داریم، خدای هم خود داریم، واقعا داریم، بگو داریم. کجاش تو PS21 بازی کنه اینجوری میاد تو ورزشگاه با مردم روپایی میزنه معارفشه. خدا اگر ای فوتبال همین اینو، همین نسخه رو، همین چیزایی که این نسخه داره و همین کیفیت حتی بده بیرون همین امسال، خدای من میخرم، یعنی حاضرم پول بدم واسهش بخرم. مسی چی جواب داد؟ مسی جواب نده. رویس گفته آره 15 میلیون 2 میلیون رو میتونی قبول کنی و رویس بیادش. این رویس مثلا چه قیافشم بد نبود اون موقع، خوبه بعد چه بخشای متنوع داره، یکی میاد داخل سالن معارفشه، یکی میره توی استادیوم معارفشه، اصلا چیز خفن. خدای بین نگاه کن چه قشنگه. میخوام ترکیبو بچینم یه فصل کامل رو ببینم میتونم رد کنم یا نه، و اگر ما یک فصل کامل رو رد بکنیم چه اتفاقی خواهد افتاد، قهرمان میشیم یا نمیشیم. کل فصل رو میخوام رد کنم ببینم میبرم نمیبرم. تا همینجا رد کنم ببینم که چه اتفاقی میافته، اگه ما همینجور رد بکنیم قهرمان میشیم یا نمیشیم. اولین بازی 4-0 بردیم چلسی، چی 2-0 بردیم چلسی، رفتیم بالا باز دوباره چمپیونز لیگو خوردیم بارسا، اخ 2-1 باختیم از بارسا، رفت و 2-2 شدیم، نه باختیم از بارسا، باختیم چمپیونز لیگ حذف شد. اینجا رو دیگه وایساد، پولمون اضافه شد، گفته انگلیش لیگ پوزیشن مثبت 8 میلیون، انگلیش کاپ رانرم حالا مثبت 1 میلیون داده. حالا ما اینا رو ولش کن دیگه. اوف یا علی این کلاغ چی میگی؟ تو والنسیا اومده با ما صحبت کنه؟ به به، اینا رو تو فیفا الان داره ما نداریم. تموم شد فصل. آره رکورد چیکار کردیم؟ کلاب رنکینگ، رنگ تیم ما تو کل جهان 6ه، توی لیگ خودمون 4 شدیم با 70 امتیاز، 20 تا برد 10 تا مساوی 8 تا باخت. والنسیا جزء به 11 تا بازیکن برتر شد. ما اینجا نگاه کن، منچستر یونایتد اومد فینال هم رسید، فینال جام حذفی انگلند کاپ، ولی از آرسنال 3-1 باختیم. چمپیونز لیگ از بارسا حذف شدیم، فکر کنم 1/4 بود اگه اشتباه نکنم. فیتنس چی میگه؟ اینا رو نمیدونم خدای چیه. این میگه قیمت غذا و اینا. حالا ما یه سری برد ها به دست آوردیم، بعد من موندم چرا خب ما این همه کاپ اینا میگیریم تو مستر لیگ به من پول اضافه نمیکنه. اوچ چی میگه؟ اینا رو میتونیم آنواز خودمون استخدام بکنیم، چقدر زیبا. اینا رو نکنم میتونی پول بدی استخدام کنی واسه خود تیمی تو تقویت کنی. حالا اینا نوشته هر کدوم کارشون چیه. کلاب داکتر، دکتر باشگاه، وای چقدر قابلیت داره این بازی هاجی. الان یه دونه بیکام لژند هم بریم ببینیم چجوریه داستانش. یه دونه بیکام لژند هم بریم، اورجینال پلیر رو بزن. میخوام مسی رو بگیرم، اونجا رونالدو برد، اینجا مسی رو بگیرم. مسی رو بگیرم، اوورالش 98. به 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 به، پیفا الان اینا رو داره، ما نداریمش تو PS21. PS21 که جزء بیشترین نمره کل نسخه‌های PS رو گرفته، اینا رو نداره، این قسمت رو نداره. اینجا رو داره نشون میده و پول خود بازیکن. خدا بیکام لژند اصلا پول نداره، نمیدم به بازیکن، پولم میگیره اصلا کاری نمیتونه بکنه. اینجا ببینیم کار میتونه بکنه، چیزی واسه خودش بخره. ها میگه ایجنت واسه خود استخدام کن. مای دیتا رو که دیتای خودش رو داره نشون میده، 11 میلیون قیمتشه مسی، و قسمت ترین که این همه نسخه ها داشتش دیگه. میدونی چی میگم؟ ای کاش که میشد حالا جز منیجر چیز دیگه ای هم واسه خود بخری جز ایجنت. بعد اینجا چی هستم؟ میتونی واسه خود باشگاهی که انتخاب میکنی بگی تا چه رنگی باشه. آه سبک باشگاه، اوه وای خدا دارم دیوونه میشم. آها باشگاه ها رو آورد. حالا ما میخوام مسی رو ببریم مثلا PSG داداش. درخواست میتونم بدم؟ اسکواد پلیر رکورد، این که فقط میتونم ببینمش، نمیشه درخواست بدیم بریم. شب باحال، میتونست ببینی که کوچش چه تمرینایی داره میده. مثلا رد چه ببینیم چه اتفاقی میفته روز دوم. بعد میام واسه صحبت میکنه، میگه آیا فلان یور نیوج ایجنت، ها این ایجنت ها رو خریدیم. بعد الان یه سوال داشتم، ما که الان ایجنت خریدیم خب
منیجر ریتینگ که گفته بود این چیه؟ بعد نگاه کنار ایجنت ها نوشته هر کدوم اسکیل و مهارتشون چقدر. میبینیم اصلا ما اگر اینو بگیریم به اون ایجنت قبلیه چیز میکنیم قرار داده و آها این ایجنت جدیده اومده میگه من فلانی هستم و 20 سالی بکنم الان نمیشه درخواست ترانسفر داد. چیز باحالی بود دوست اولین بازی اگه برسیم ما چی میشه؟ تو اولین بازی اسکیپ بکن. من اصلا درخواست انتقال هم نمیتونم بدم، بعد فکر کنم واسم اونا به من درخواست بدن. نقشه باحالی بود ولی من فعلا سر در نمیارم ازش. اگر کسی ویدیو لذت کافی رو برده باشه و خاطراتتون تازه شده باشه و یک نوستالژی بسیار زیبای واسهتون شده باشه، اگر که میدونید قسمت پنالتیش کجا بود که من نقدم میدم بنویسید، چون اصلا من پیدا نکردم. همه بخششم رفتم کامل. لایک و سابسکرایب بشن یوتیوب فرامین نشید. لایکتون به ویدیو خیلی کمک میکنه. ممنونم. بیت آخر ویدیو نگردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی. خود بهترین های چی داره؟ شاید خیلی‌ها ندونن آقا، ولی PS 2013 به عنوان یکی از بهترین نسخه ها قرار داره. توی چی دارم میگم از بنسیما خودشه؟ نه داداششه، خودشه دیگه.